سلام نثار شما همه بینندگان عزیز. در این برنامه تلاش میکنیم تا از آخرین جزئیات در روند صلح افغانستان و همچنان چالش ها و فرصت ها در این روند بیشتر صحبت کنیم و مهمانانمان از دیدگاه های متفاوت این روند را به بررسی خواهند گرفت. چنانچه شما هم در جریان هستید، تلاش به خاطر پایان جنگ افغانستان به یک نحوی حداقل در بیرون پرده جریان دارد و بحث توافق امریکا با طالبان روزنه امید برای مردم افغانستان خلق کرده، اما تا کنون آنچه که باید مردم افغانستان که طعم صلح است او را نچشیدند. جنگ هنوز هم جریان دارد و طالبان بر پاسگاه های نیروهای امنیتی حمله می کنند که شورای امنیت ملی بارها گزارش داده که در هفته های اخیر بدترین هفته و سختترین هفته و دشوارترین هفته بر نظامیان افغان و مردم افغانستان را سپری کردیم که حتی در 19 سال گذشته ما تجربهش نداشتیم. اما این طرف طالبان به یک نحوی خودشان را آماده صلح نشان میتن و آقای خلیلزاد هم در تازه ترین سفرش که قرار است به کشورهای پاکستان و ازبکستان و قطر عازم شود، هدفش از جلب پشتیبانی بیشتر در این روند دانسته شده. اما واقعا گره کور روند صلح افغانستان باز شدنی است و این گره در کجا است و چه کسانی در پی ادامه جنگند و چه کسانی واقعا در پی صلحند؟ بحثی است که بیشتر امشب روی موارد صحبت خواهیم کرد. اما در ابتدا گزارش ببینیم و برگردیم صحبت ها را با مهمانانمان ادامه میدیم. در آستانه برگزاری گفتگوهای میان افغانی، زلمه خلیلزاد فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان راهی کشورهای قطر، ازبکستان و پاکستان شده است. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه هدف از این سفر خلیلزاد را به دست آوردن پشتیبانی منطقه، کاهش خشونت‌ها و رهایی زندانیان پیش از شروع مذاکرات میان افغانی گفته است و افزوده که او از بهر تهدید کرونا با مقام‌های افغان از راه دور گفتگو خواهد کرد. اما منابع می‌گویند که خلیلزاد بنابر تهدیدهای امنیتی به ویژه گزارش‌ها درباره طلوع وی از سوی داعش به کابل سفر نمی‌کند. توقع دارد که تلاش‌های همکاران بین‌المللی زمینه‌ساز فضای مناسب برای آغاز مذاکرات شود، از جمله ای که خشونت‌ها قطع شود و اعتمادسازی لازم برای تدبیر مذاکرات به وجود بیاید. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده که رئیس عامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه بین‌المللی آمریکا آقای خلیلزاد را در این سفر همراهی می‌کند تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری پس از توافق صلح در افغانستان را به بررسی بگیرد. هدف سفر خلیلزاد به کشورهای منطقه جلب حمایت این ممالک در مورد روند صلح افغانستان، ثبات سیاسی منطقه بعد از خروج قوای بیرونی از افغانستان، مسائل اقتصادی و همچنان تمرکز بر تطبیق توافقنامه با طالبان، من جمله رهایی زندانیان، کاهش در خشونت و آغاز مذاکرات بین الافغانی خواهد بود. در همین حال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی بر افغانی بودن تمامی تلاش‌های صلح تاکید می‌ورزد. مذاکرات باید په بشپړه توګه او محزن بین الافغانی وي. آمریکا در حال به دنبال تطبیق توافقنامه صلح با طالبان است که سازمان ملل متحد از شروع مذاکرات میان افغانی در ماه آینده میلادی خبر داده است. اما حکومت افغانستان طالبان را به بیشتر ساختن خشونت ها متهم می سازد و هر گونه پیشرفت بعدی در روند صلح را وابسته به کاهش خشونت ها از سوی گروه طالبان می داند. در این بخش برنامه با مهمانانمان هر یک جناب آقای پوهان گلرحمن قاضی رئیس شورای صلح نجات افغانستان از کابل و آقای بریالی نصرتی عضو رهبری حرکت خط سوم از فرانسه روی خط اسکایپ بحث خواهیم کرد. جناب قاضی سلام به شما، ممنونم که فرصت گذاشتین. در ابتدا اگر این گناه بپرسم که آنچه که شما میدانین استاد و مردم افغانستان نمیدانند در رابطه به صلح چست؟ چه زمانه میریم به گفتگوهای میان افغانان؟ چون بارها گفته شد و قرار بود در ماه جاری میلادی هم ما بریم به این گفتگوها، اما این محقق نشد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بپذیرید و میهمان گرامی و از طریق رسانه شما و تمام مردم کشور عزیز خود سلام های خود را تقدیم میکنم.
در رابطه با موضوع صلح و جنگ در افغانستان، این یک موضوع است که میگه آفتاب به دو انگوش پوشیده نمیشه. و تا مردم افغانستان معلوم است که عامل جنگ کی است و کی میتونه این حالت به صلح تبدیل بکنه و افغانستان صاحب یک صلح دائمی شود. به همه حال پس که بیاییم در این رابطه که عامل اساسی جنگ چیست به عقیده ما و چطور میشه که ما عامل قوی در رابطه با عامل جنگ جاگزین صلح بسازیم و این ابتکار بیشتر و بیشتر مربوط به خود افغان هاست. به خاطر از اینکه البته منظور وقتی که ما افغان میگم کسایی هستند که صاحب صلاحیت هستند، چی در حکومت هست چی بیرو از حکومت هستند. اینا اگر دلسوزانه با و عامل نفاق که سبب بدبختی و تباهی افغانستان شده ایرا نمی گفتن و می رفتن به طرف اتفاق و اتحاد و در پالوی عظیم میار منافع اولیه افغانستان پیشن نصب لاین می بود، نه منافع شخصی و گروهی. حالا ببینیم که در حکومت هم همچی یک حالت روان است بیرو در پالوی حکومت که شورای عالی مصالحه ایجاد میشه، هم تو یک حالت را ما ببینیم که این یک تجربه ناکام است که سبب بدبختی افغانستان شده. از جانب دیگه وقتی که خارجی را میبینیم و نام از این وضعیت خود خاطر میکنند. ما برداشت ما ایست که ابتکار و مدیریت صلح را خود افغان ها به دست خود نگیرند و مصمم به این نشوند که ما از خود خانه داریم، مالک از خانه هستیم و میتونیم تصرف مالکانه بکنیم. از این بیباوری که سر خود دارن از این بگذرن، سر خود باورمند شود، سر خود اعتماد بکنن، سر هموطن خود اعتماد بکنن، خصوصا این بزرگای سیاسی بالا یکی دیگه اعتماد بکنن و فقط منافعشان نصب العینشان معیار برشان منافع اولیه افغانستان باشد. ما را میتونه به صلح نزدیک بسازد. در این رابطه البته حرف ما متوجه هر دو طرف است. برای از این که خانه مشترک افغان ها است، حال ما نمیتونیم بگوییم که در افغانستان در روز که ما تلفات میتیم این فرزند افغانستان نمیمیره، فرزند کسی دیگه میمیره. بنابراین در یک کلمه خلاصه کرده میتونم که هر روز ما قربانی میتیم و این قیمت قربانی را فقط در رابطه با ویرانی خانه خود میپردازیم و کشته شدن افغان ها خواستن جوانان در هر دو جبهه جنگ. پس بهتر است که از این تجارب ناکام دیگه صرف نظر بکنیم و بین منافع اولیه افغانستان را ایره سرش تمرکز بکنیم که منافع اولیه افغانستان آیا در جنگ چهاردهه بوده، خاصتا دو سال و پنج شش سال اخیر خصوصا و خصوصا ویعیس که در صلح هست. ما یقین دارم که اگر ما در این رابطه صاحب یک تصمیم قاطی ملی شدیم، به یقین که خارجی ها چی در همسایگی ما هستن، چی در منطقه هست، چی بر قدرت هست به شمول امریکا. ولی اگر این کار را نمی کنیم، شما ببینین که در نهایت کشورهای خارجی منافع خود به دست میارن و در نهایت ملامتی را پس سر افغان ها بندازن که افغان هایش چنین نکردن. در اینجا مهراس ازی دارم که صلح به یک شکل بر افغانستان آمدنی بیرو از افغانستان بخش خارجی قضیه تقریبا در حالت تکمیل شدن است. حال شما میبینین که تاول گپ مذاکرات به افغانی بود، حال موضوع اقتصادی هم مطرح میشه
موضوع انکشافی هم مطرح میشه، این خود به خود نشان میده که بخش خارجی قضیه در حال تکمیل شدن و حال پیشرفت است. اما پیش ما افسوس است که چرا افغان ها از خانه خود قدر بیخبر بمانند؟ اگر خبر هستند که یقینی خبر هستند، چرا خاموش ماندن؟ چرا امی جرأت ندارن؟ چرا نمیتونن که در این راستا در رابطه با خانه خود تصمیم قاطع خود اعلان بکنن؟ ببینید که هنوز ما این جانبه که میبینیم داخلی افغانستان در جهت امتیازگیری هستند که ما چقدر امتیاز به دست بیارم. اگر صلح هم میشه، در صلح باید ما صاحب یک امتیاز باشم، در حالی که شما میفهمین که صلح امتیاز طلبی نیست، صلح تنزل است. اگر ما به خود به این قائل هستیم که هستیم، الحمدلله، هم مسلمان هستیم، هم پیرو حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آیا تنزل کرد یا امتیاز خواست در صلح حدیبیه؟ پس عقیده ما ایست که افغان ها در درجه اول مسئول هستند، ولی خارجی هم در این مسئولیت بین المللی که دارن و شمول کشورهای منطقه از این مسئولیت مباری شده نمیتونم. خیلی تشکر. جناب نصرتی، شما را به بحث خوش آمدید. میگیم دو دیدگاه وجود داره. اولی که ما میریم واقعا به سوی صلح و امریکا از جنگ خسته شده، یک اجماع در داخل به میان آمده و موارد به یک نحو آرمان گرایانه که منتج به صلح میشه. اما یک دیدگاه دیگر وجود داره که چنانچه حالا از بحثای کتاب آقای بولتون هم اگر اشاره داشته باشیم که بحث افغانستان میان امریکا، کاخ سفید مشخصا دارای آقای ترامپ و طالبان است و این امضای توافق میان امریکا و طالبان تأثیر آنچنانی بر روند عمومی صلح در افغانستان نخواهد گذاشت، چون ما حالا به یک نحو نمونهش هم میبینیم خشونت در حد بالایش است و حکومت هم آقای غنی هم ابراز کردند که بحث استعفا و یا کنار رفتن یک اشتباه تاریخی دکتر نجیب الله بود و موارد دیگر. در حال حاضر شما مشکل در کجا میبینید و فرصت در کجا میبینید؟ آیا واقعا میشه خوشبین بود و یا فرصت وجود داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و جناب قاضی صاحب محترم، دانشمند عزیز ما و تمام بینندگان دوست داشتنی و ملت بلاکشیده افغانستان. مطمئنا از منظر از اینکه خوشبینانه و با یک نگاه مثبت فکر کرد، باید که بگویم صلح خوب چیز است و صلح با این تلاش ها می آید. این به خاطر خوش ساختن خود است. اگر از دیدگاه حقیقی بررسی کنیم، مدت 20 ماه زیادتر شده، اصلا برنامه به نام صلح از طرف دولت خو امروز اتی یک چیزی در دسترس از وام نیست و می ایجاد ریاست صلح که من تقریبا 4 هفته پیش گفته بودم که هنوز اینا نمیتونن تشکیل خود ترتیب دادن، بگذارن که چطور اینا برنامه صلح خود پیش بردن با طالبایی از طرف دیگه که بسیار حسیف است، و از طرف دیگه بیاییم که از لحاظ روانی و روحی دو طرف در مطالعه بگیریم که عبارت از حکومت مشروع بگوییم، غیر مشروع بگوییم این است و یک طرف هم گروه طالبان. اینا از کدام لحاظ؟ از لحاظ روحی، از لحاظ ایدئولوژیک، از لحاظ ششت و خیز، از لحاظ کلتور و فرهنگ، اینا چقدر با هم نزدیکی دارن؟ یک بخش قضیه و بخش دیگه از این بی‌اعتمادی تاریخی ره اینا، خصوص حکومت 20 ساله در بین اقوام مختلفی افغانستان دامن زدن و با رهبرکای قومی که در سر رهبر رهبرای ضد ملی بودن و نگذاشتن که بریم به طرف ایجاد روحیه وحدت ملی تا که از این ضعف ها برای ادامه حکومتشان سود ببرن و بی‌اعتمادی تاریخی را به بار آوردن، با میلیون ها یتیم، با میلیون ها شهید، با میلیون ها بیوه، میلیون ها معتاد و هزاران هزار درد دیگه که ما خیانت ملی میدانیم. طالبا از کدام لحاظ میتونه؟ چطور؟ یعنی صلح چی معنا داره؟ باید از یک معنی بکشه.
طالبا میاین در حکومت آقای غنی ملکم میشن، این خواب است و خیال است. آیا غنی حکومت بر از اینا اعلام میته؟ اگر امریکا بوده مجبور است و گپای زیر ما قبول ندارم، همیشه خطای سرخ داشته، باز دو روز بعدش رفتن تیر شده. خب مطمئنم که طالبا با اینا مکرم نمیشن. این که چند دلیل دارن. اولی که طالبا خودشان خود قدرت تمام عیار میدانن و گفته قاضی صاحب امریکا با اونا صلح کرده، با اونا قرارداد نوشته کرده، اونا را از گوانتانامو آورده، ملا برادر از پاکستان نجات داده و بالاخره اونجا هستن، قرارداد تنظیم شده بایدش. و از لحاظ پشتیبانی به این ملت در لحاظ دیپلماتیک بسیار دست بالا داره تا دولت که وجود داره پیدا. اونا از یک قدرت بالا صحبت داره و افرادشان هم در میدان جنگ است که متاسفانه در بین ملت افغانستان خون میته و میمیره و از چی از لحاظ گرسنگی، چی از لحاظ نتوانی های دیگه و چی از لحاظ مرض مصیبتی که در داخل افغانستان آمده. این هم است. از دیدگاه حرکت مینی خط سیوم صلح در کار نیست و ای که بخش های پروژه های اقتصادی اینا کلش یک نمایش است. این واضح است که در افغانستان امروز نه، هر وقتی که صلح بیاید این کمک ها از جامعه جهانی میاد، ضرورت هم نداره که آقای خلیزاد اونا را به قسم نمایش بیارن که نه فردا صلح میشه، اینا میان سرمایه گذاری میکنن، تو چیزا وجود نداره. جناب نصرت، به خاطر حرکت ملی خط سیوم پیشنهاد نظام جاگوزین بیش از یک سال است کرده و امروز هم در سطح بین المللی سر حکومت جاگوزین یا حکومت موقت کار صورت میگیره. باید در بین از این دو قدر یک گروه دیگه باید بیاید که حکومت برای یک سال یا تا ختم حکومت آقای اشرف غنی بگیره تا زمینه را فراهم کنه برای انتخابات آزاد، مستقیم و سری. و این کسایی باشه که در جنگ های خونین دو طرف اشتراک نداشته باشه، در گذشته نبوده باشه و اینا واقعا از درون ملت افغانستان سر بالا کرده باشه که حرکت ملی خط سیوم جایگاه خود در این چه داره. و از طرف دیگر آلترناتیو طالب بعد از دیگه نداره جز حرکت ملی خط سیوم. برای اینکه اگر بیاین به طرف یک حکومت موقت یا حکومت جاگوزین، مطمئنن آقای غنی را رئیس حکومت موقت قبول نمیکنن. آقای کرزای مدتی اگر کنی مفتفیش تلاش های با آقای محقق و خلیلی و سیاف و قانونی وینا خب کردن. جناب نصرتی، اگر بپردازیم به بود بیرونی ای روند، آقای قاضی گفتند که به یک نحوه این رفتار آقای خلیلزاد نیت امریکا نشان میده که ما از بود بیرونی داریم همین مسیر طی میکنیم، ولی مشکل ما در داخل است. باور شما چی است؟ آیا واقعا در بیرون دیدگاه در رابطه با پایان جنگ در افغانستان به میان آمده و تنها ما در داخل مشکل داریم و یا نه؟ اگر دیدگاه در بیرون به میان بیاید، دیگر در داخل قدرت نیست که مانع از او شود. واضح است. بسیار خوب. کشورهای زی دخل در قضای سیاسی اجتماعی خاصتا تا 30 سال 20 سال اخیر دستگاهشان کارهای بسیار کلان کردن و سرمایه گذاری های بسیار کلان کردن. هر کدامشان هنوز هم می از این ملت دردیده و تباه شده و از بین رفته باز هم می خواهند که از استخوان از اینا مفادات جمع کنند و سر معدنیات افغانستان بسیار پروگرام ها در بیرون وجود داره. مطمئنن تا حد را پیشرفت صورت گرفته، اما به صورت کل در سطح بیرونی ها صورت نگرفته. به او خاطر باید این گروپ هایی که هستن اینا باید طالبتن به عناوین گوناگون اگر این مسئله بین المللی رو درست بکشیم. جناب نصرتی، تا چه حد پیش رفته و فکر میکنین که مسکو و واشنگتن در رابطه به صلح افغانستان دیدگاهشان هم نظر هستند و یکسان است و کجا مشکل ما در کجا مانده با توجه به نفوذ پاکستان بالای طالبان و به یک نحو نگرانی هند؟ کجا واقعا میلنگه، کجای کار میلنگه که ما بریم به مو برسیم؟ بر ارتباط با مسکو گفته میتونه که مسکو امریکا برای صلح افغانستان پاس بسیار شدید است که باید صلح صورت بگیره و کشورهای دیگه هم قسمی که نام گرفته اینا صلح وقت میخوان که خواستهایشان پوره شود. او هنوز تاله را در جایش قرار داره. جنگ نیابتی این دو پاکستان علایده مسئله است، مسئله دیورنت علایده مسئله است. سر از این مسائل هنوز
که ایتور یک زمینه سازی نشده که قناعت از اون حاصل شود و از طرف دیگه طالبا به هیچ وجه داخل شدن در نظام که وجود داره ایره به هیچ وجه نمیپذیره و اینال ماند مسئله بعدی از این که چه خواد باشه مطمئنا نظام جاگزین در داخل افغانستان قطع نیست. سپاسگزارم از مهمانان ما در این بخش برنامه. وقفه داریم و دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدید. جناب قاضی، به باور شما در صورتی که حالا حکومت به یک نحوه اگر مقصر دانسته شود، به خاطر از اینکه حالا آقای نصرتی هم اشاره کردند که تا هنوز اعضای شورای عالی مصالحه مشخص نیست و این مشکلات در داخل وجود داره، چقدر رفتن افغانستان به گذشته ممکن است؟ چقدر تکرار تاریخ ممکن است؟ آیا امریکا، واشنگتن به عنوان حامی دست اول آقای غنی و حکومت در افغانستان ایستادگی میکنه و یا نه؟ واقعا نگرانی کالا وجود داره، ممکن است معادله به نفع طالبان تغییر کرده و فقط زمان به ضرر شما رو میگذره؟ قابل شک نیست که حکومت، اگر ما حکومت بگویمش که ما همیشه گفتیم که مشروعیت ولیسی و قانونیش تحت سوال است، به محال در رابطه با صلح یگانه رایی که اینا پیش گرفتن که تشکیل شورای عالی مصالحه بود، حالا باید به شورای عالی مصالحه صلاحیت عام و تام و مطور می دادن و شورای عالی مصالحه که در راست از دکتر صاحب عبدالله است باید با یک صلاحیت، با یک استقلال عمل می کرد. از این معلوم میشه که امو استقلال لازم و بر صلح واقعی در افغانستان هنوز حاصل نکرده. روی ازی می بینیم که اگه هم وجود داره، به هم حال پیشیدگی در همین شرایط جناب استاد، در صورتی که کسی نتونه حداقل به عنوان یک فرد مستقل عمل کنه و آنچه که نیاز داره را به خاطر بهبود حداقل امو لایحه وظایفش انجام بده، انتظار چی میره؟ آیا واقعا آقای عبدالله توانایی و ظرفیت از این داره که بتونه تفکیک کنه که چه کسی ضرر میکنه، چه کسی فایده و درست عمل کنه و چرا نباید مستقلانه عمل کنه؟ خب برشان به یک نحو اجازه داده شده، پیمان امضا شد. خب دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی دو شخصی شناخته شده برای تمام مردم افغانستان است که ما شما در ظرف 6 سال خوب شناختیم و دیدیم که وضعیت چگونه است. به همه حال چند چیزی ری که میشه پیش بینی کرد، یکی که وضعیت افغانستان به او وضعیت و دنیا امروز در این رابطه توافق کرده، خاصتاً بر قدرت ها که افغانستان به هر شکلی که باشه باید صلح بیاید و صلح به نفع همه است. این که در این صلح چه قسم منافع خود میخواین، طبعاً او حتمی است که هر کدام منافع خود میخواین، چی امریکا است، چی روس است، یا پاکستان یا کشورهای دیگه، ولی او موضوعی که اتفاقی است و او عبارت از صلح است و این یک چانس بزرگی برای مردم افغانستان بود. دومی که همین توافقی که بین طالبان و ایالات متحده امریکا به امضا رسید که این هم تقریبا یک اجماع بین المللی در رابطه و حتی اجماع ملی که همه اکثریتی را تایید کردند، در اوج چند نقطه هست که به نفع مردم افغانستان است، به شرطی که اعلان خود افغان ها خواستند بخش شورای عالی مصالحه در این رابطه با یک استقلال عمل بکنه. یک، مذاکرات بین الافغانی این بار اول است که اگر مذاکرات بین الافغانی به معنای واقعی صورت بگیره، ما از حکومت های ساخته شده دیگر را نجات میافیم، زیرا حکومت هایی که دیگر را برای ما ساختن نتیجهش ناکام بوده و بعد از این اگر همین واقعیت ما خود ما به دست بیاریم، یعنی از این همین احتمال به عنوان واقعیت استفاده بکنیم که ما میخواییم به دست خود
یک حکومت بدیلی داشته باشیم. من رای نصرتی صاحب موافق هستم. در این موافقتنامه این حتمی گپ است بر اینی که افغانستان با یک خطه باشه که کشورهای خارجی خواستن ایالات متحده و روسیه و کشورهای همسایه احساس خطر از اینجا نکنن. این بدون یک حکومت شده نمیتونه و همچه حکومتی که داره همچه یک توانایی باشه این در وجود دکتر صاحب اشرف غنی همه ما میفهمیم که سراغ کرده نمیتونیم. به همه حال این تعویض حتمی است که میاد در مذاکرات بین الافغانی. اینال شورای عالی مصالحه باید هرچی زودتر یک هیئت مذاکره را تعیین میکرد که دارای شایستگی برای مذاکره میبود. جانب طالبا بیش از یک سال تقریبا یک نیم سال میشه که هیئت خود را تعیین کردن و اونا در این رابطه ممارسات و تجارب لازم خود را دارن. اما این طرف ما میبینیم که تاوال هنوز به این توافق نکردن. گای به شکل ما سر اشخاص گپ نمیزنم اما مذاکره ای خودش یک اصل است. ای اصل ایجاب یک سلسله مشخصات میکنه. خواستن مشخصات قضیه افغانستان ای ساده نیست. عظمه و همه باید ای آیت طرف اعتماد مردم افغانستان باشه و در گذشته نشان داده باشه که ای به وطن خود وفادار است. ای در گذشته تانسته که ثابت بکنه که این منافع اولی افغانستان را به هیچ چیز معایزه نمی کنه. جناب استاد و حرف سومه که من میخواستم بگویم و ایست که هیچ مذاکره بدون وساطت نمیشه. باید یک وسیط افغانی کاملا بی‌طرف و طرف اعتماد هر دو طرف باشه. این هرچی زودتر باید توان با حیط مذاکره با وجود می آمد. با ملت معرفی می شد. ملت می شناختن که از این طرف چی کسای تعیین شدن که اونا می تانن از منافع از این کشور اوجا نمایندگی بکنه و اونمو شایستگی صحبت کردن با جانب مقابل. ما خو سه دفعه اینا را دیدم. دو دفعه در مسکو دیدم. یک دفعه در قطر که از عدد شورای صلح نجات افغانستان شش نفر استاد و علما رفته بودیم همراهشان مذاکرات با تمام جزئیات داشتیم. اونا دارای یک سلسله مشخصات بسیار قوی برای مذاکره هستند و ایجاب میکنه که تناسب وجود داشته باشه. ما این طرف میبینیم که تاوال حتی به این موافقه نکردن که امو آیت را که حکومت تعیین کرده باشه. یهیست که استقلال برای شورای علی مصالحه و دکتر صاحب عبدالله میتن که او بتانم تو یک حیات را درست. جناب استاد ملامت یک کلمه را که اجازه بتین. اما طوری که نصرتی صاحب گفت ما این طرف در این رابطه ملامت میدانم ملزم میدانم و میگم که یک مسئولیت تاریخی است و این مسئولیت تاریخی اگر در اینمی مقطع زمانی با قبول قربانی و رست ای چین نشوه براورده نشوه یقینا آینده برای جنان بسیار بد خواهد. خب در پاسخ به یک نحوه از طرف حکومتی است که طالبان به کاهش خشونت نمیتن، حملاتشان ادامه داره، به یک نحوه کارت سبز هنوز نشان ندادن که حکومت افغانستان به عنوان یک طرف بپذیرن. اگر این گونه بپردازیم که واقعا طالبان به دنبال چی هستن و در صورتی که ما سالها گفتیم پاکستان باید با او صلح شوه، حالا میریم با طالبان صلح میکنیم، برایندش چه خواهد بود؟ آیا واقعا طالبان چنانچه آقای نصرتی گفتن اونا اصلا راضی نیستن به ای که زیر چتر حکومت آقای غنی کار کنن؟ پس این طرف شماره به این باور است که فرزندان رهبرانی که حداقل در سطوح بلند هستند در بیرون از کشور هستند و خودشان هم در موترهای ضد گلوله با 10 تا بیشتر از اون موترها در شهر گشت و گذار میکنند که اصلا کسی را نمیبینند. با همین وضعیت چطور میشه خوشبین بود که میریم به طرف یک روشنی؟ حالا از هر طرف، طالب، حکومت، خارجی، داخلی، هر کسی، و یا واقعا چیزی است که میتونه همه اینا را با هم گره بزنه؟ او چی است جناب استاد؟ به عبارت از همین خط سیوم است که
میگه از بوده را ما از مای ای از بوده شده استن اینا فقط در صدد امتیازگیری استن و ای که حداقل مدت زمان بیشتر سر اقتدار ببانن و از این منافع افغانستان بر خود و گونه‌های مختلف استفاده بکنن. پس بهتر است که ابی خط سوم اینا هم مسئولیت بسیار بزرگ تاریخی دارن و اینا دست به کار شوند عملا و من حیث یک فشار بالای هر تمام جوانب جنگ چی داخلی استن چی خارجی استن که تا که ما فرزند خود از دست بتیم و تا که وطن خود ما روز به روز ویران شده ببینیم. در پالوی از این دیگه گپایی که از خود کل ما شما میبینیم که این کرونا را که این خود یک آفت است که عمومی جهانی است ولی این گرسنگی را میبینیم، این بیکاری را میبینیم، این فقر و فاقگی را، این بیامنی را حالی ببینید که در افغانستان خواستن در شهر کابل چقدر این بیامنی زیاد شده، حال شامل حال علما شده. آیا شما ببینید با معادل دکتر صاحب نیازی مرحوم شما چند نفر در افغانستان دارید؟ امیت شخصیت ها را شما که یکی پای دیگه از دست بتین، شما چند سال دیگه باید انتظار بکشین تا همچه یک شخصیت را شما داشته باشین و با جامعه او باز بتانه با مو دلسوزی با مو جرأت با مو سلامت ای کار بکنه. ببینین که کسی که بر افغانستان کمر بسته میکنه که ما باید از خود بگذرم ولی وطن خود را نجات بتم، میبینی به یک شکل از اشکال او از بین میره. تشکر. ای خود با خود نشان میده که یا حکومت توانمندی جلوگیری از هم چیزی را نداره یا کاملا بیخبر است در مرگ ششته و فقط خود را میبینه جای دیگر را نمیبینه و یه ایست که بالاخره در این پروسه شریک است. از این سه حالت بیرون شده نمیتانه. به همه حال وضعیت بسیار بد است. بیاین که سر از این چی بکنیم؟ اگر و این را برید برید دشمنه افغانستان هم میگم که اگر از بین بردن شخصیت های افغانستان اینا در افغانستان میتانستن که ببانن و دلخواه خود در افغانستان داشته باشن، ما بیاد دارم در اونمو وقتی که در پانتون دست جمعی استادای پانتون بردن زیر خاک کردن، دانشمندای افغانستان زیر خاک کردن، ولی ببینین که روز با روز بدتر شد یا خوبتر شد؟ ما چه حالتی دیدیم؟ امروز اونا هستن یا نیستن؟ یکشم امروز نیست. بنابراین از زمین تجارب ناکام و تجارب بسیار تلخ و بد تباکن باید ما نتیجه بگیریم که دیگه به خود بیاییم و در رابطه به خانه خود ما فکر کنیم. ممنون جناب نصرتی. حالا اگر بپردازیم به خط سیام، حالا از طرف سازمانی که شما حداقل میخواین صحبت کنین، دیدگاه و راهبردتان به یک نحوه در صحبتهایتان واضح شد، اما امی بستر چقدر فکر میکنین که فراهم است؟ ای بستر چقدر به یک نحوه هموار است که مردم افغانستان توده بخشی که تا هنوز نتانستن به یک نحوه وارد تغییر و در تصمیم گیری باشن مهیا است و واقعا در این وضعیتی که حالا قرار داریم نقش کشورهای بیرونی و دستاندازی و مداخله در چه حد خواهد بود؟ آیا میشه خوشبین باشیم که میتونیم تغییری بریم که جدا از طرفهای دیگه باشه و یا نه واقعا هنوز زود است؟ تشکر صاحب. اول تشکر میکنم از قاضی صاحب، استاد قلمبدست، زنده باشین و سپاسگزار هستم از درایت سیاسیشان که میگن از تجارب کافیشان که وقایع 40 ساله را در خود دارن و مطابق با او بیان کردن. حرکت ملی خط سوم، من حیث سرپرست حرکت ملی خط سوم که متشکل از آمیزش تفکرهای مختلف 30-40 ساله است که اینا کلن چی مجاهدین است، چی خلقیست برادرها، پرچمی، شعلیا، اینا کلن درک کردن که رای را که رفتیم غلط است و بدون از او هم در دیوار افغانستان که ببینم اونا ما را میفهمانه که برادر سیاست های پوچ گذشته تان روز حال مرا به این اندوز و یال رسانده یتیم و بیوزن را بانین که چی حال دارش نسبای شو تفل صدا میکنن نان نان نان
ولی کسایی هست که در دسترخانهایشان از طرف شو یک قانون زیاد میمانه که سگای کوچه هم سید میشه ولی وجدان زمیر نداره. حرکت میلی خط سوم، حرکت میانه است، روی خط اعتدال است و چپ افراطی و راست افراطی همخوانی ندارد. درست. و مطمئناً با تفکر ملی‌گرایی است و اقتصاد خودکفا. مشخصاً در شرایط جاری امی دیدگاه و امی موج، امی تفکر، امی حرکت، فکر میکنین چقدر در داخل فضایش مناسب است که مردم افغانستان از تمام بخشا بین و واقعاً بتانن به خواستی که دارن برسن با توجه به موجودیت تمام طرف ها، حکومت، طالبان و همه، آیا چیزی است که همه را گره بزنه با هم؟ مطمئن است. ظرف سازمان نیست حرکت است، ازبام نیست حرکت است. ظرف از این قدر عظیم است که تمام مردم سیمای خود ده او دیده میتونه، حتی آقای غنی و ملا برادر، یعنی که کسایی که در قضای سیاسی اجتماعی افغانستان دخیل بودن، یگانه پایگاه برای راحتشان شاید که در آینده هم همینجا باشه، این به این مفهوم نیست. مسئله دیگه که بعدن چی میشه، او مربوط به ما نمیشه، مربوط به وزارت یا قضات است. در بخش داخلی افغانستان حرکت مدت 18 سال است که کار صورت گرفته و مدت 12 سال در داخل افغانستان فعالیت شده، مدت 4-5 سال بیرون از افغانستان فعالیت صورت گرفته. امروز ما از نمایندگی از ملت خاطبه ملت افغانستان میکنیم. ما قبلا هم چندین تلویزیون های داخلی و خارجی گفته شده که اگر دیدگاه حرکت ملی خصیم و همچنان و قصر سفید و پنتاگون وزارت خارجش دایرکت با پامپو و پارلمان اروپا و کشورهای اروپایی کلن پارلمان و وزارت خارجشان که اگر دیدگاه حرکت ملی خصیم که عبارت از نظام جاگوزین است، برای یگانه رای بیرون رفت آقای خلیلزاد میفهمه که نظام جاگوزین است. برای از اینکه آقای خلیلزاد در طول این مدت میفهمه و کسای همکارایشان با شمال روس و اقمار روس که مطمئن این مکاتب به مسکو هم داده شده، اینا کلشان میفهمه که ما در جایی نمیرسیم تا که قوت سیوم در مابین نهاریم. با سر از این از امو خاطر یک هفته پیش امی سر و صدا برامد حکومت موقت قبلا نبود، چون این طرح حرکت است و اینا دیگه هیچ رای. آقای خلیلزاد هم به خاطر عزت خودش و عزت امریکا در نقطه رسیده که باید حرکت خط سیوم برای نجات اتوریتی شخصیتشان باید تیر پیشکش کنه که در سرشان کار روان است. و ما نمیگیم تعویض کنه، ما کسایی نیستیم که ما را کسی اونجا بشانه به جای آقای غنی. ما میگیم این افرایتان پس کنیم، مشخصاً فضا را بانین برای مردم افغانستان. درست. سوالم اینجاست که چقدر فضا برای مردم افغانستان مهیا است، در صورتی که حالا طالبان از یک طرف با تفنگ در جنگ هستند با حکومت و حکومت هم آقای قاضی اشاره کردند که وضعیت طوری است که تنها از ارگ و از سپیدار و یا هر جای دیگری بیرون مشاهده میشه، واقعا فضا مساعد است و یا نه مردم در وضعیت قرار دارند که اصلا تفکر به خاطر تغییر ندارند و فقط به دنبال یک لقمنان هستند؟ نیست، کار در استخوان رسیده. باور به خدا کنین سر که هر آن دقیقه بخواییم معادلات سیاسی اجتماعی افغانستان تغییر داده میتونیم. برای از اینکه هر ولایت حاضر است که به جنبش های مردمی و قیام ملی حرکت کنه. ما فعلا برای خارجی ها میره گفته شده بسیار دایرکت و واضح که ما فعلا رعایت اصل گفتگو و تفاهم اصل خود میداریم که در آینده ملامت نباشه. ما فقط خاموش نگاه کرده. یک مسئله طالبان، رهبری طالبان با ما در تماس هستند، با صحبت های داره و بدانیم که چی وجه مشترک داریم. خب یک وجه مشترک ما ایست که افغان از دیگه، وجه مشترک ما ایست که اونا هم کشته های زیاده دادن، خواهرای ما، برادرای ما، بم های ناخواسته در سر آروسی ها اینا. به هر صورت این یک بخش است و طالبان ایره هم میگه که اگر ما با دولت تفاهم کنیم، این دولت قابل اعتماد بر ما نیست. آقای دوستم یک مثال بسیار برازنده است که از زبان طالبان نیست. دوستم دو دوره حکومت جور کرد، هر دوره رئیس جمهور غنی رساند. شما دیدین که سرنوشت شده کجا ساخته؟ اونم یا هرچی است یا نیست با اشتباهات سیاسی که داشته در طول تاریخ، ولی حداقل یک تودی یک قوم دو دوره از امو جمع است، غیر آقای شاکر کارگر که ما برای ما پیامایی میرسه، چون ما حرکت مردمی هستیم و مردم در هر جای وظیفه خود اینجا وجدانی کردن. آقای شاکر کارگر سکرتر خودم برده نمیتونه چی خواست که پنج نفر داخل دفتر خود یک آدم بیکار همه برش برشون
پیشنهادیره میکنم که در کنار از همه آدمتان استاد شوید تا اینکه به این وضعیت از لحاظ انسانی قرار داره شخصیتتان زیر پای میشه. مطمئنا حرکت سیوم یگانه راست ژورنالیست نازنین ما، یعنی که یک حرکت بی‌طرف که در درون خود متشکل از اعضا، سازمانها، عالمان دین که برای ما پیشوا هستند در راه ما، و مطمئنا کسایی که اینجا از دستشان به خون ملت افغانستان و برشوت و دامنشان به خون ملت افغانستان آغشته نیست. تماما متخصص دانشمند طالب اگر در قدرت برسن نمیتونه که وزارت معادن بر یک ملا مزررت بر متخصصین داره. بسطح. متخصصین در کنار ماست. فقط در پایان چون فرصت کم از جناب نصرتی که فکر میکنین آقای غنی توان اداره امور به یک نحوه با توجه به خواست امریکا داره و میریم خوشبینی وجود داره که آقای غنی اگر بحث حکومت موقت در میان میایه و این موارد از حکومت کنار برن، چون خودشان هم گفتن که اشتباه را نمیکنن که اعلام کنن که کنار میرن یا استعفا میتن، همین شرایط آقای غنی فکر میکنین تایید میکنه با هر قیمتی که است و یا نه؟ بله سر. آقای غنی را مصاحبهش شنیدم در ویدیو کانفرانسشان، اونا گفت ما دکتر نجیب نیستم، در حالی که برای دکتر نجیب نظام جاگوزین یا یک نظام دیگه بی‌طرف در بین نبود، بلکه با مجاهدین بگویم مردما اتو با توافق بود که بیاین حکومت مختلط جور میکنیم یا اینکه ما میرم شما بیاین. ولی اینجا بحث الاداد وقتی که طالب در مقابل حرکت ملی خطسیوم چیزی گفتنی نداشته باشه، آقای غنی حداقل کابل با تمام نیروهای ناتو و اروپا و امریکا امور امنیتش گرفته بتانه خدا شاید از بیست کلان خدمت به ایوردن کرده. هیچ وقت دیگه افتتاقچی نمی باشد، از معاونش صدا نمی کنه که کله آدم بیار. اگر تو گپ هست برادر برش بگوین که قاضی ها را پس کنین، سارالوالی ها را پس کنین، عدلیه را پس کنین، این چیزا ضرورت نیست. یک نفر از کلمه بره اختار میته میکوشه. این همون قصایی است که عجیب عجیب نام از این حکومت میگه. شما حکومت همین تو یک ساختار را میگه، این توهین به حکومت نیست و بدترین حکومت به قول یکی از بزرگای بشری آن است که با رنگ قانون بی‌عدالتی کنند. از این کدر خطای بزرگ بی‌عدالتی اجتماعی نخواد. خیلی ممنونم ممنون جناب نصرتی. تشکر از استاد گرامی ما. قاضی صاحب قاضی صاحب کوتا چون فرصت تمام است، اگر این دیدگارم پاسخ شده تین که شما رو بایی باور است که ما همیشه رفتیم یک نیم بند حکومت و یا نظامی که داشتیم دوباره و یک نحوه با دیده منفی به او دیدیم تا او سرنگون شده، آیا این وضعیت هنوز هم جریان داره و این حکومت نیاز به حمایت و یک نحوه پشتیبانی داره با هر چالشش و یا نه؟ ببینید آله، حرف از سرنگونی نیست، حرف از مذاکره است. همه ما به این توافق داریم که صلح حتمی است، رای اول قدم اول صلح مذاکره است. ما ایره میگم که در قسمت مذاکره باید قدم های مستقلانه و استوار بردارن، آقای غنی در موارد ششته باشه و صلاحیت صلح را بگذاره برای عبدالله عبدالله و دکتر صاحب عبدالله هم دیگه ای حالت گذشته را او را کنار بگذاره و بیان با یک جرأت و با یک صلابت با یک مسئولیت تاریخی در جهت صلح در افغانستان کار بکنن. خیلی تشکر. ما یقین دارم جانب طالبا حکومت اگر نمیپذیره شورای عالی مصالحه را ای را میپذیره و میشه که این مذاکرات بین افغانی آغاز شود. بسیار زیاد ممنونم از جناب آقای بریالای نصرتی، عضو رهبری حرکت خط سوم از فرانسه، و پوهان گل رحمان قاضی، رئیس شورای صلح و نجات افغانستان از کابل. وقتتان نیک مهمانان گرامی، و سپاس از شما بیننده های گرامی که تا این دم بیننده بحث بودید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.